بحث کودک رو من معمولا با بیت شروع میکنم. علتش هم اینه که این الفبای کاره و اگر شما این رو متوجه بشید بقیهش دیگه خیلی ساده است. بیت کوچکترین واحد شمارش تو کامپیوتر همون صفر یا یک شماست. به طور مثال فرض کنید شما اگر یه دونه یک داشته باشید، یه چراغ رو تو کامپیوتر یا مثلا تو اتاق روشن میکنه و شما یه پیکسل سفید خواهید داشت و اگر صفر باشه خاموش و سیاه. حالا اینجا تصورش رو بکنید که این یه دونه LED شما، یه کوچکترین اون چیزی که توی مانیتورتون دارید، یه پیکسل مانیتورتونه و حالا الان ما یه دونه صفر داریم خاموش طبیعتاً. اون یه دونه LED شما که مثل چراغ هم خاموشه، پس طبیعتاً سیاه همه چی. حالا بخواید یه پیکسل سفید درست کنید، شما میتونید روشنش بکنید و طبیعتا این پیکسل شما سفید میشه و مانیتورتون اون پیکسلش روشن میشه و رنگ سفید به شما میده. حالا اگر شما بخواید خاکستری داشته باشید چی؟ حالا شما به دو تا بیت نیاز دارید، یه دونه یک یا روشن، یه دونه صفر یا خاموش و طبیعتا برای شما حالا دیگه یه دونه چراغی روشن میکنه، چراغی درست میکنه که یا یه LED رو درست میکنه که نیمه خاموشه، یعنی نه روشنه کاملا، نه 100% روشنه، نه 100% خاموشه. حالا اگر شما فرض کنید بخواید یک LED که 3 تا چراغ داره رو روشن بکنید، طبیعتا به 3 تا بیت نیاز دارید. البته این نظر علمی درست نیست، ولی برای اینکه راحت تر ما این موضوع رو باش کنار بیاییم و درکش بکنیم شاید ساده تر باشه. اما چرا من اینجا همش دارم 3 تا چراغ نشون میدم؟ چرا 3 تا LED توش چراغ داره؟ چرا یه دونه نیست؟ علتش اینه که شما R, G و B دارید که در نهایت برای شما همون تصویر RGB رو درست میکنن. احتمالا شما توی فتوشاپ یا نرم‌افزارهای دیگه دیدید که هر تصویر شما 3 تا کانال RG و B داره و در واقع اینا همون روشن خاموش ها هستن، همون سیاه و سفید ها هستن. هر کدوم از اینا تشکیل شده از یه تعداد خیلی زیادی پیکسل که هر کدوم از اون پیکسل ها در واقع همون روشنی و خاموشی شما هستن، همون بیت ها هستن و هر کدوم از این LED ها توشون یه چراغ R داره، یه چراغ G داره و یه چراغ B که به میزان شدت خاموش و روشن بودن اونها برای شما اون تصویر رو درست میکنه. به طور مثال اینجا الان تصویر ما همش قرمزه، طبیعتا ترکیبی از قرمز سبز خواهد بود، آبی توش خیلی کمه، قاعدتا آبی های ما توش خیلی کم خواهد بود. حالا ممکنه شما بگین اصلا این تصویر ما آبی نداره، اصلا چرا اینجا یه چیزایی تو آبی دیده میشه؟ علتش اینه که شما سفید رو توی کامپیوتر با ترکیبی از روشن کردن هر ستای اینا درست میکنی، یعنی مجموع روشن شدن آر و جی بی شما رنگ سفید به شما میده که طبیعتا اینجا مجموع آر، جی و بی ما میشه این رنگ سفیدی که اینجا داریم و یا خاموش بودنشون بلکس میشه قسمت های تیره ما که تو هر ستا تصویر طبیعتا تیره هست. اینه که شما این رو در نظر داشته باشید، در واقع کامپیوتر شما داره 3 تا تصویر سیاه و سفید رو با هم ترکیب میکنه و جل میکنه که هر کدوم از اینها میان و این چراغهای مربوط به خودشون رو روشن میکنن که در نهایت باعث میشه شما احساس بکنید که تصویر رنگی دارید میبینید، ولی اون زیر یه همچین حالتی هست و یه همچین زیر ساختی داره. اما اینجا شما باز همونطور که میبینید من اومدم این رو یه خورده شاید چیزترش کرده باشم، هر تصویر شما از یه سری پیکسل درست شده که پیکسل های شما کوچکترین واحد شمارش تصویر شماست. هر پیکسل شما فقط میتونه یه رنگ داشته باشه، یعنی شما پیکسلتون نمیتونه مثلا هم آبی باشه هم قرمز، یا قرمز یا آبیه یا حالا هر رنگ دیگه، ولی فقط و فقط یه رنگه. این ساختار توی تمام دوربین های دیجیتال که هیچی، تو تمام ساختارهای دیجیتال یکی،
به طور مثال شما چه آیفون داشته باشید، چه دوربین دیجیتال عکاسی، چه دوربین دیجیتال سینمایی، چه حتی وبکمتون روی کامپیوتر، با همین استراکچر و با همین بنیاد کار میکنه. که چیه؟ یه همچین چیزی. هر دوربین شما، میگم موبایل، وبکم، هر چیزی، یه سطح حساس به نور داره که میاد این چیزی که جلوش هست رو پیکسل به پیکسل آنالیز میکنه. این سنسور شماست. اون رو میفرسته برای بخش محاسباتش که این بخش میاد میگه آها خب حالا این تصویر این شکلیه، این شکلیه، این شکلیه، و از اون یه تصویر حالا تیف، جی پیگ، را، هر چیزی درست میکنه و میفرسته به سمت هارد شما. این اتفاق همونطور که گفتم توی همه دیوایس های دیجیتال یکی. به طور مثال وبکم شما قسمت سنسور نور شماست، مادربورد کامپیوترتون همین مادربورد، همون بوردی که اینجا داریم، و هاردتون چیزیه که اون تصویر روش ثبت میشه. دقیقا تو آیفون همینه، تو دوربین های دیجیتال دیگه هم به همین شکله و همشون هم با همون ساختاری که گفتم خدمتتون کار میکنه. اینی که همشون نور رو با این شکل تشخیص میدن و تفکیک میکنن که R و G و B و حالا صحبت هایی که شد در موردش. این رو به عنوان مقدمه کودک داشته باشین، توی درس بعد بیشترش صحبت میکنیم.